دلوی او سیختن تالا پنامو دیاتیت خبرونه مینوالو سلامونه خدای دی وکړي روح جوړ خوشاله اوسئ میوان اقبالیم بیا هم په دې خبرونه کې ساسو پترنه چوپړ کې سنو لکه د تل بسیر په نن خبرونه کې داسې یو څوک دی را سره چې لکه د ستورو په قات کې یو ځلېدلی ستور دی ستوری دی چې تلې په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ ځلولی دی او کله به چې د افغانستان بیرغ په اوږه کې نو ټول به له خوشحالیو څخه په جامو کې نه ځایېدو پوهیږئ د وتلو څیرو څخه د ډیرو کسانو څخه دا هغه شخص دی چې تلې مینهوال یو او هر سړی ورسره علاقمند شخصي هغه کوم دوستان نه پوهېږم چې دې سره کوم نور تاسو ته صفاتو ستاینه وکړم ډېر زیات خوشحاله یم چې نن را سره په خپرونه کې ده سیده به ورشم پې ورته وبه وایم چې څوک دی باز محمد مبارز دی مبارز صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خپرونې ته بسم الله الرحمن الرحیم ما هم سلام احترام خدای خدمت شما همکارای عزیزتان و تمام هموطنهای ما که از طریق تلویزیون آریانا ما را تماشا میکنن تقدیم میکنم امیدوار هستم که لحظاتی که با شما هستم با هموطنهای ما هستم انشاءالله گفتگوهای خوب جالب داشته باشیم تشکر مبارز صاحب که آمدین از همه اولتر میخواییم ای رو بپرسم چون در ذهن کل مردم اینه میگه پس مبارز در افغانستان است نرفته چطور که این هست دوست رو پالوی مو هست چرا نرفتین مبارز صاحب موقعی برابر نشد یا خودتون نخواستین نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم بسیار گپ خوب اشاره کردی با هر کس سر میخورم امی سوالش هسته که هنوز هم نرفتی هستی خب من میگم کجا برم ما به این عقیده هستم که آن چی که از روز اول در تقدیر انسان از طرف خداوند جل جلاله او در قسمت انسان نوشته شده باشه او را آدم دیدنی است به او خاطر ما به اراده خداوند باور دارم هر چی که در نصیب قسمتم باشه او را دیدنی هستم ولی در قسمت رفتن و نارفتن بدون شک تغییرات کلی در افغانستان آمده در خصوصیات و در رفتار و در زندگی تمام مردم افغانستان بله. ملت افغانستان تغییرات آمده ما جز از این ملت هستم بله. در تمام برنامه های زندگی ما تغییرات آمده و این تغییرات برای ما برای مردمم مایوس کننده است نگران کننده است و شخص خودم فامیلم بسیار زیاد از این نایه رنگ میبریم که وضعیتی که فعلا سر ما و افغانستان و مردم افغانستان آمده ای بر ما خوشایند نیست در زندگی شخصی ما تغییرات آمده در مسلک ما که در رشته ماست در تمرین ما در مسابقه ما در درخشش ما تغییرات آمده نمیتونیم که دونمو حق و حقوق مسلم ما که از ما از در او دسترسی داشته باشیم و نمیتونیم و آرزوهای ما که آرزوی زندگی ما از که در او ما همیشه زندگی خود سپری کردیم در بین مردم بودیم و از مردم محبت مردم از او طریق مال و زد بردیم در او نمیتونیم فعلا دسترسی داشته باشیم بر علاوه که هرچی تلاش میکنم هرچی زحمت میکشم هر طرفی که کوشش میکنم بازم کوشش بی نتیجه میمانه به طور مثال ما مسلک ما از ورزش و باید ما مسابقه کنم توقع مردم هم ای از ما است که باید ما هر دو ماه یا سه چهار ماه پس در رویدادهای بین المللی ما را ببینن در قفص های مبارزه باید ببینن و ای را ما نمیتونم این زمینه را دین این وقت بر مردم خود مساعد بسازم مثالش کل سفارت ها قائم است بر ما تا بال سه قرارداد دعوت مسابقه آمده از روسیه آمده از قرقیزستان آمده از دبی آمده حتی از هند آمده ولی متاسفانه من نتونستم که ویزه را به دست بیارم این یکانه مشکلی است که زندگی ما را
و مسلکای ما را به چالش کشانده و کلگی را به نگرانی هستیم کل ما. به او خاطر در این شرایط ما کوشش میکنیم کسی بخواه یا نخواه که ما یک جای سفر کنیم که اوجا ما بتانیم به معارضوهای خود برسانیم. از اونمونجا و از طریق نمی مسلک خود بتانیم بر مردم خود افتخار و خوشی بیافرینیم. انشالله انشالله نمت خواد شد. مبارز عزیز، آلو خواه هستین در افغانستان، پلانای نویتون چیست؟ فعلا در افغانستان ویزام ندارین، چی خواد شد؟ خب با این تو شرایط چی پلان نو داشته باشیم؟ جز صبر، تحمل، دیگه کدام پلان نداریم. سپورت ادامه میتین؟ بله سپورت میکنم. با اونمو شوق و علاقه؟ با هزار شوق و علاقه و آرزو سپورت خدا پیش میبرم، ولی انگیزه به اون شکلی که باید باشه به اون شکل انگیزه نیست، ولی اونمو عشق ورزش و عشق وطن و مردم ماست که نمیمانم اما کوغ شوقم خاموش شوه. هر روز رو پکه کده میرم، خودم دلابی میتم و باز تقاضای مردم ها که میبینم برای پیام میاد، زنگ میاد که چی وقت مسابقه داری، چی وقت مسابقه داری، این مرا بسیار زیاد یک ذره آزار میده که وقت. دیگه وقتا که برام پیام میامد که چی وقت مسابقه داری، چی وقت مسابقه داری، من میتونستم یک هفته یا نهایتش یک ماه پس ما پس جواب مردم ها بتم، آله که نمیتونم هم خودم جگرخون میشم و هم وا به پاسخ میمانن بسیار زیاد. انشالله روزی باز خواهد آمد که مبارز عزیز باز پرچم افغانستان باز بلند کنه و سرشانهش باشه در میدان مبارزات آزاد باشه. من باشه یک سن دیگه میریم میگنم یک وردشکارا معمولا پیسه دار هستن، شما را نشان بیته زیادتر دوستا بگه این راست است یا دروغ است مبارز عزیز؟ یا نگفتی ما با زبط خود پیدا میکنیم؟ ما پیسه دار فکر نکنم پیسه دار باشم، ولی خداوند شکر هزار بار همه قدر دارم که دستم میچله و برای کسی دست خود دراز نمیکنم و خرچ خودم و خرچ فامیلم میتونم که بکنم، ولی در جمع پیسه دارا نرفتیم و کاش که میشدم پیسه دار، کاش که در جمع پیسه دارا میرفتم. این آرزو هر انسان است خود پیسه دار بودن. بله بله. ولی بسیار زیاد خوشحال هستم که من فکر میکنم بزرگترین سرمایه دار افغانستان شاید من باشم. من 15 ساله زحمت کشی و عرق ریزی و درخششم در رویدادهای بین المللی و ای را با به دست آوردم که دوستی و محبت و آشنایی هایی که با مردم افغانستان دارم بشکر. ای برای من فکر میکنم این بزرگترین سرمایه است. هر جایی که برم اینمی سرمایه مرا امرویی میکنه، محبت هایشان مرا امرویی میکنه، من در این سرمایه بسیار زیاد خوش هستم. بله مبارز عزیز، شاید خبرم باشین، بازم میگم شما پادشاه 37 میلیون نفوس افغانستان هستین از دلایشون. سلام. مهم سر چیز دیگه، در این شرایط چی چیز شما را زیاد آزار میده و چی چیز براتون خوشایند است؟ در این شرایط فعلی که مرا زیاد آزار میده و دیدنش، شنیدنش، او فقر و بیچارگی، نارامی مردم افغانستان است و نارامی افغانستان است. این بسیار زیاد بر ما نگران کننده است. هر طرف که سیل میکنم، هر طرف که میشنوم، هر خبری که میبینم ناراحت کننده است. این قلب هر افغان اگر در داخل است، افغان ها بیرون است، اینمی یادسه مشکنانه. فعلا در حالت یک سرمای زمستان خنک که هزاران هموطن ما بی سرپناه و بی غذا شکم گشنه در این وطن، در این سرزمین بسر میبرن، از این که دیگه درد بسیار خطرناک و جدی دیگه فکر نکنم که برای هیچ کس باشه. خب میخوایم جوابش پس از وقفه بشنوم. مبارز یک وقت گفته بودین میخوایی رئیس جمهور شوی، اگر در شرایط فعلا رئیس جمهور می بودی اولین کاری که انجام میدادی چی بود؟ بعد از وقفه میشنویم، درست است؟ خب دوست عزیز بریم طرف یک وقفه کوتاه پس بعد. خب دوست عزیز بازم خوش آمدید، مبارز عزیز با ما است. مبارز جان جوابت میشنویم.
ما اول میخوایم که جواب یک تعداد دوستای ما که سوال پیش خلق شده بود یا سوال کرده بودن که چطور مبارز انگیزشی است که رئیس جمهور آینده افغانستان بشه، ما میخوایم بسیار کوتاه اول به جواب به همین دوستای ما بگویم که جوانی که مبارز بود، جوانی که اندیشه دور نداشت برای خودش، برای ملتش، برای وطنش، او ما فکر میکنم او زندگی بی‌معناست برای یک جوان مبارز. به او خاطر ببین، ما بسیار مثال بسیار واضح میتم، وقتی که ما امو بک‌گراند رئیس جمهورایی که از افغانستان یا امپراتورایی که تیر شده، ما بک‌گراند از یار که مطالعه کردیم، از اکثریتش چی که 95% این رئیس جمهورا و این امپراتورای تاریخ که تیر شده کلش از قشر خیلی طبقه پایین جامعه بودن، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ شهرت خیلی زیاد پایین بودن، ولی بسیار با یک ایمان قوی، بسیار به یک شجاعت و مردانگی، به یک ارادی قوی سر بالا کردن، مبارزه کردن تا بالاخره که رئیس جمهور و یا پاشا و یا امپراتور دنیا شدن. به طور مثال بری امو بگراون مثالش رئیس جمهور کرزی دستندای جوانی یا نوجوانی او را بری مطالعه کنی، او کی بوده، چی بوده، در کدام موقف بوده. مثالش دکتر صاحب نجیب الله را بری او را مطالعه بکنین که امروز در بین مردم جوان ها چقدر محبوب است. به طور مثال احمد شاه مسعود را بری جوانی هایش دوران محصلیش او را بری مطالعه بکنین که او چی در کدام حالت قرار داشت. مثالش گپ سر رهبر آمد، اگر بک‌گراند جنرال دوستم یک عسکر بوده که حتی سواد نداشته، یک سرباز بوده در دوران نجیبی، او در رهبر بزرگ افغانستان تبدیل شد. مثالش هر کسی که بگویی مثال بدی امر رقم سر بتی یک حادثه برمیخونیم. به او خاطر کسی بخواه نخواه مبارزه ما و تلاشای ما بر راستای خدمت برای وطنم، برای مردمم که از کدام طریق میشه، این من حالی که در موقف یک ورزشکار هستم تلاش بسیار جدی دارم، اگر در وطن باشم، بیرون از وطن باشم، در خدمت مردمم بودیم، این همه رقم صادقانه بدون کدام مطلب و تمام تا آخر خواهد قرار داشتم. انشاءالله روزی برسه که به آرزوی دلت برسی انشاءالله. و ما چقدر خوشبخترین انسان باشیم که شما رو یک رئیس جمهور داشته باشیم که پیش از پیش پاچای دلاستی و پاچای دولت هم شوی. مبارز عزیز، غواړم یو څه ووایم چې باز محمد مبارز ټول خلک پیژني، ټول افغانستان پیژني. باز محمد مبارز له کوم وخت نه سپورت شروع که، د ژوند سفر یې له څه وخت نه شروع که، په کومې ولایت کې تا پیدا شوی ده، دا د خلکو مینه ده له تاسو سره ډېری پوهیږي و میخوایم که باز هم از دان خودتون بشنوم. ما خو از ولایت پنجشیر هستم، از ولسوالی دره، یک منطقه را به نام سنگ خان میگن، از او قریه هستیم، ولی یک مدت سالا ما در ولایت بغلان در شهر پلخمری زندگی کردیم. ما پدر ما ورزشکار بود، در خانواده ما بچهای کاکایم یا کلگی ورزشکار بودن، پدر ما بسیار زیاد خوش داشت که ما هم آینده ما هم یک ورزشکار باشه. اونمو شوق و علاقه که پدرم داشت تشویق میکرد. بعد از فوت پدرم ما خواستم که امو آرزوهای پدرم برآورده بسازم، برآورده که من یک بچه 11 ساله بودم که پدرم از دست دادم، ولی امو انگیزه که پدرم مرا میخواست که در اون موقف باشم، شاید نمیخواست که مدعی شهرت و چیز، ولی میخواست که به اون ولایتی که زندگی میکنم در اون صد باید من یک ورزشکار باشم، چون در اون وقت زمان هیچ کس فکر نمیکرد کسی به سطح آسیا، به سطح جهان، به سطح کلگی مردم ای چیز شد، اون مدرسه شد، چون محدودیت ها زیاد بود، هر کس برابر اون ولایت خود فکر میکرد. به او خاطر ما بسیار خوش داشتم که آرزو این بود که پدرم زنده می بود می دید که ما فراتر از آرزوهای از او درخشش کردم و در بین مردمم شهرت پیدا کردم، و این کلش لطف خداوند و هر کس خداوند که در یک موقف
لازم میبینه او را از روی نیت و قلب و امو احساسات پاک که در برابر خودش، فامیلش، مردمش، وطنش داره، او را خداوند برش زمین مساعد میکنه. و هیچ کس کس را اگر خداوند برش لطف بکنه، زمینی رشد برش مساعد بسازه که کل امپراتورای دنیا هم که مانعش قرار بگیره نمیتونه. این کلش داد خداوند است. مبارز عزیز، در مکتب روزای امتحان استاد نمیمد که مبارز جان مرا تو کامیاب هستی، تو برو پارچر از پیشت نمیگیرم. من پیشتر یک شعر را گفتم که نشبم نشب پرستم. نه، اون معنای شی بود که در ابتدای از مصاحبه گفتم، من هر چی را که میگم اگر در ضرر من باشه و بدون باک میگم، این خصلت من است. هیچ باک ندارم از هیچ کسی. آنچه که حقیقت باشه، بزرگترین محکمه برای یک انسان وجدان انسان است. از وجدانش هیچ چیز را نمیتونه. اگر هر کس پت کنه، از وجدان و از خداش پت کرده نمیتونه. به او خاطر ما در جوابی سوالتان بگویم، در دوران مکتب بلی بسیار من سرشوخ بچه بودم. ما بسیار زیاد کت ام مسلکایم یا ام سلفیایم نی ام دورایم در ساعت تفریح بعد از رخصتی بسیار زیاد جنگ میکردم، پرخاش میکردم. یک بچی بسیار ماجراجو کلاشخ بودم و اونمو کلاشخی های ما باید شد که ما دینی مسلکم آمدم و اونمو کلاشخی هایم بود که ما امروز در یک مسلک که انتخاب کردیم او سختترین، خطرناکترین، خشنترین ورزش در دنیاست. اما او اولین کسی بودم که در افغانستان انتخاب کردم که هیچ ورزشی میره کسی نمیشناخ و ورزشی می نبود، انتخابش کردم، او را رشد دادم، در رویدادهای بین المللی و آسیاییش اشتراک کردم. او از اون تاثیر دوران ایام نوجوانی و جوانیم بود. او تو نمیشد ولی نقل می گرفتم. به او ساعت بسیار لایق نبودم در سلف که من خودم پارچه ما حل بکنم، ولی نقل می گرفتم هم سلفی های ما و هم مجبور بودن که بر من نقل می دادن. نقل می گرفتم مثالش از اول نمره یا دویم نمره یا سیوم نمره ما وار معمولا که نزدیک امتحان می شد پیش می شاند خودم پشت سر می ششتم باید می افتم پارچه تا قسمی بگه که من این چیز کنم نقل بکنم. باز بعض وقتا نقل میگرفتم، یک سوال دو سوال یک دو سه سوال خودم حل میکردم، پارچه را میدادم در معلم ما میدادم، باز معلم ما باز بعد از پارچه دادن یک گوشه میکردم که معلم صاحب متوجه باشه پارچه با. این یک کسی که هر کسی که دوران مکتب و پنتون تیر کرده باشه با 90% شاگردا با چنین حالت سر خورده و میکنه این کار 100%. خودمو اینا متو بزیم بیادر، خودمو منتظر یک جواب بودیم که از کدام سوله هیا. خو خیر، مبارز عزیز، یک چیز دیگه خیلی جالب بود با کل مردم وقتی که مشهور شدین، محبوب شدین در بین مردم، این اتو هنرمند ها برای چلنج میداد، از بین خود مردم ورزشکارهای دیگه برای تا چلنج بیاود. هیچ رو اول نبودی رقم، بعد از او بازی تو پشت تا گرفتن. بسیار گپ خوب زدی. من در یک ولایت زندگی میکردم، در یک ولسوالی زندگی میکردم، بچه بینام و بینشان بودم. من یک دفعه خداوند لطف کرد در روی سنا آمدم. آنچه که قطع است که بگویم، من حتی امو نان خوردن خود نداشتم وقتی که تا که در روی سنا آمدم. من بسیار زیاد از لحاظ اقتصاد ضعیف بودم و در فدراسیون پایین ترین اقتصاد در بین ورزشکارا من داشتم. ولی خداوند یک دفعه لطف کرد، من زیاد زحمت کشیدم. استادایم شاهد است، اندیوالایم، پارتنرایم شاهد است که من بسیار زیاد از کلش کرده زیاد زحمت میکشیدم. یک دفعه من شهرت ما هم ملی شدم بین المللی شد. به اندازه شهرت پیدا کردم که در محبوب ترین ورزشکار سال مبدل شدم.
و بسیار ورزشکارای خوب هم داشتیم و فعلا هم ورزشکارای قهرمانای بسیار خوب داشتیم، از شهرت بسیار خوب برخوردار بودن و در روی سنا آمدن ما ریکوردای کلشان شکستاندم. و این باعث شد که 90% جامعه ورزشی بسیار ببخشید که ما یک ذره از قطع صحبت میکنم، 90% جامعه ورزشی در برابر ما عقده گرفتن. اینه میرم و میخویم بعد از وقفه بشنویم مبارزه که دوستان منتظر باشند. درست است؟ حبیب سلیم صدا که در رئیس میگد که بریم که دوستان رو منتظر باریم. دوست عزیز بریم یک وقفه میگیریم پس بریم. هر کلی بیام تاسو ټول ستړي مشي باز محمد مبارز را سره ده. خب مبارز عزیز اول جواب ته مشته. وقتی که اینم موقف در روی صحنه آمدن ما برای هیچ کس قابل قبول نبود و بدون شک هر کس در مسلکش رقیبای خود می داشته باشه و این رقیبا تصمیم گرفتن که چه رقم باید ما را تخریب بکنن. تخریبا را با انواع مختلف یا به خاطر ترور شخصیت ورزشی ما رقیبای ما شروع کردن که تا این لحظه را دوام داره، ولی تمام تلاشایشان ناکام بوده. من پیشتر گفتم یک کس را که خداوند عزت میده ولی کمی کل امپراتور دنیا هم در پشتشان باشه نمیتانه او را، و اگر به عزت هم بسازه این هم رقم است. به او خاطر تصمیم گرفتن گروه گروه که باید مرا تخریب بکنن و کردن. حتی به سطح شبکه های بسیار کلان افغانستان در پارت خود آوردن، سازمان های بسیار زیاد کلان و 5-6-7 ورزشکار های عرفایی یک جای شدن چلنج دادن و فهمیدن که یکی مبارز کده ما از لحاظ از اینکه موقف های ما ریکورد های ما فرق میکنه قبول نمیکنه این مسابقه را نمیکنن، و از دیگه سو فهمیدن که بیاین می چلنج دادن یگانه راهی است که ما صدای ما را در جامعه مطرح میشه و ما نامکشی خود میکنیم مطرح میشیم. و دست دادن برای یکی دیگه کل ما چهار دو بغل سرزی حمله میکنیم چلنج میتیم و در عین حال فیسبوک های بسیار تقلبی، پیچ های بسیار به نام های نامگم مختلف جور کردن و تصویرهای ما به خاطر تخریب و گپ و سخن بسیار زیاد دست زدن، ولی شکر فضل خدا باز به وقت رسید که ما حاضر شدم جواب کلش دادم. من گفتم آل بعد از البته بعد از 3 سال ما حاضر شدم در میدان، من گفتم این آل اگر شما توانایی دارین واقع بیایی، گفتم یک تا کت کلت مبارزه میکنم در گز در میدان، ولی خوشبختانه با بانای مختلف کلشان میدان اعلام کردن حاضر نشدن در مسابقه. فقط تاجای را بعض شهرت خدا به دست آوردن، همین که مردم دید اونم فایده جان بود و مو استادایشان یا کسی مشاورینشان بود واره که مشوره میداد، هدفشان اونم بود، هدفشان را به دست آورد پس رفتن در جایشان. در اینجا من ایر عق مسلم رقیبای میدانستم، ولی رقابت که در داخل یک چوکات باشه، یک رقابت سالم و خوب جوان مردانه باشه، برای ما بسیار زیاد خوشایند است. ولی اون رقابتی که غیر سالم غیر ناجوان مارا از پشت سر مثالش که تیر میزنی خنجر میزنی، مثالش فیسبوک ها یک ناق و بنامه او باز مزام منیتر او رقم. من فکر میکنم او نه کار انسان است، نه انسانیت است، نه رقابت سالم است. بیاد که مبارز جان از این ورزش میبرویم دوستانه میشیم، درست است؟ خوش برخورد هستین، خوش طبیعت هستین. میخوایم اون خطرناکترین پرزی که سر کس رفتی چی بوده؟ والا پرزه خوب زیاد رفته. یکی از ورزشکارا مرا چلنج داده بود، باز ما حاضر شدم. یکی از گپایم که اما تو بسیار سری چیز بودم پسان خودم ایران ماندم که چطور ای گپ زدی برش. او را برش گفته بودم که اگر دیگه بیادبی کردی در تلویزیون حاضر شدی هر رقم گپا زدی قدر بزنم تا که یک ماه مادرت بالای سرت گریان کنه و چهره تا نشناسه که تو فلانی هستی. سر دخترها پرده رفتی؟ ایج عادت ندارم که من سر دخترها
پرزه برم. دخترها سرت پرزه رفته؟ بسیار زیاد. ما برای کلگی مردم افغانستان، برای خواهرای ما، برای مادرای ما، برای برادرای ما، برای کلگی یکسان احترام دارم. خوب. و به مسابقه یک ورزشکار کلگی باید مرا ببینه، کلگی به مسابقه یک ورزشکار مرا دوست داشته باشه. و ما قلبا عمیقا بر کلگی مرد و زن، خود و کلان، پیر جوان احترام دارم. بله. عروسی کردین؟ بله عروسی کردین. یک عروسی یا دوتا؟ مهم مردم خیلی یک عروسی میکنم. دلال عروسی توی من داری؟ خوشبختانه که هیچ پلان ندارم در این برنامه. بید. یک چیز دیگه پس مبارز میگم ورزشکار که اول چقدر قوی باشه، باز یک چیزک داره که یک ترسک داره از خاله. یکی از دوستا بود در بیمار می گفتم پلان عروسی دو ما داری؟ گفت حالا دارم خاله فعلا مسجد تام. گفت یخ هست؟ گفت برنامه نشر شد در مسجد تام باز جای ندارم. من خود خیاسات من بسیار فرق میکنم با دیگه مردا شاید. یکی من ترس از فامیلیم ندارم یا از خانمم ترس ندارم و سخت برش احترام دارم. برای حق و حقوقش سخت احترام دارم. و برش احترام قائل هستم و عهد و پیمان ما ایست که هیچ وقت در برابر فامیلم خیانت نکنم. و این کار که داشته باشم ضرور نیست که ما از او ترس داشته باشم. و بزرگترین احترام برای فامیلت اونم وفاداریت هسته. بله. و این دو جانبه میشه همیشه. و بین ما و فامیلم یا خانمم یک رفاقت است، یک دوستی است. بله. یک اندیوالی هسته و یک میر و محبت خدایی هسته کوره در بین ما انداخته. طفلای ما بسیار زیاد دوست دارم و کل ما زندگی ما خوش دارم سپری کنم با خانمم با طفلایم. خیر بینی. میخوایی که اولاد تو یک وقت ورزش مقام بلنده بگیره؟ من خب بسیار زیاد خوش دارم. اول خب اولادایم اهل سالی مظهر خدمت برای فامیلش، به پدر مادرش، به مردمش تقدیم شود. ولی خوش دارم. بلی یکی از من فعلا دو بچه دارم، یک دختر یک دارم. آرزو دارم یکی از بچه هایم رای مرا تعقیب بکنه. و من مو استعداد دردیش میبینم. میبینی. ولی مادرشان خوش داره خبرنگار یا یک جورنالیست خوب شود. مرا میگه مادرش میگه همینقدر که تو جنگ میکنی، جنگ کردی و زدی و خوردی، بس از سیر شده و جنگ بلکه یا یک جورنالیست و یا یک دکتر شد. بله انشالله انشالله با آرزوی خود برسن. جالبترین خاطره کودکی تمشتنیم؟ والا در یادم نیست. از جوانی تمشتنیم چی جالب باشه؟ چی بگویم؟ چیز بابا گفت حبیب جان بگه بگو که خاطره جوانی تقریبشتیم آله هم خب فعلا تو نیست که به سالت. چند سال عمر دارید مبارسیم؟ ما 32 ساله شدیم. 32 سال نام خدا. مبارز عزیز، با ورزشکارهایی که از نام ورزشکار سوء استفاده میکنه چی گفتنی داریم برش؟ ببین ما همیشه گپای ما، مصاحبای ما، گفتنای ما، نشستای ما، محفلای ما یک سوء تفاهم، یک انقلاب به بین جامعه به خصوص در بین مسلکایم خلق میکنه. اوی است که ما همیشه از حقیقت صحبت میکنم و نمیبینم دوست و رفیق آنچه که حقیقت است ایمان و وجدان ما صحبت میکنم. قهرمان شدن یا قهرمانی تنها در یک مشت زدن و لغت زدن نیست. باید یک قهرمان قهرمان واقعی باشه. یک پهلوان پهلوان واقعی جامعه و مردمش باشه. پهلوان فامیلش باشه. بله. حالا من میتونم یا دیگه کس میتونه که این مشت لغت صد تا رو بزنه چپه کنه. ولی نزاکت های یک ورزشکار، اخلاق یک ورزشکار باید در وجودش داشته باشه. رفتار و گفتار و ایمان یک ورزشکار باید در وجودش داشته باشه. او این است که آدم باید رفتارش در بین جامعه به مسابقه یک ورزشکار مثل یک گلگو باشه که هزاران نوجوان دیگه از 5 ساله
تا 20 ساله و 25 ساله او را الگو قرار بده، اکتایش، عکس العملایش، گپایش، خوی خیاستش، اینه اون کارهای خوبش، نیک کارهای خرابش. من اید مناسب نمیبینم برای یک ورشکار که در جای یک محفل یک تلویزیون خندی بی جای گپای بی مورد، بی منطق، بی سوادی بزنه و او باعث شود که نام ورزشکار خراب بکنه. و هر عکس العملش، هر گپش باید به نفع مردمش باشه، به نفع مسلکایش باشه، به نفع دوستا و فامیلش باشه. ایرا یک ورزشکار واقعی، یک قهرمان واقعی، ایرا ما برش گفته میتونیم. ولی ما بسیار زیاد خوش هستم که امروز در جامعه زندگی میکنیم که همگی را میشناسه، خواه خواست و کرکترهای کلگی را میفهمه و خداوند جل جلاله او اول مرا هدایت بده با تمام مردم، بخصوص کلگی ورشکارا و قهرمانا را که خصلت یک ورشکار واقعی در وجودش داشته. خیر، تشکر دوستای عزیز. میریم طرف یک وقفه. پس با خب دوست عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه آتسیت و دوست ما مبارز با ماست. مبارز عزیز، بخش برنامه ما سگمنت زود بگو است و ما میخوام زود زود جواب میتین اون مواره که با ما جور کردن سکریپتا دیگه. ما هم نو دیدم دیگه، چیزی که پرودوسر نوشته میکنه دیگه. باز آی پرودوسر میگه خدا از قار ورزشکار رو لگایت کنه. دو خود خب مهم اول در کار خانه سم میگیرین؟ نه هیچ. خیر، ببینید در اوقات بیکاری مصروف چی کار میباشه؟ مصروف فیسبوک زدن. اسمتان در خانه؟ مبارز. عاشق شدین؟ بله. خانه خبردار است دیگه؟ او اخو موضوع خانه در بین نبود. خیر، ببینید شکست خوردین؟ بله. خب در چی شکست خوردین؟ همین دمی مبارزه و زندگی مبارز. ناکام شدین؟ در مکتب ناکام شدین؟ در مکتب فکر کنم یک دفعه ناکام شدین. خب در کدام مضمون ناکام بودین؟ اما غیر مثلثات و ریاضی و الجبر دینی هم بود؟ من در انگلیسی تابال تنبل هستم. یکان تا این در تعظیم سفر بگیره بوزداز که قصد بکنده. خب لط خوردین؟ لط بله، در این مسابقاتم لط خوردیم، خارج از اون نخوردیم. خب در جوانی خوب بدماش بودین یا خوب ورزشکار بودین؟ ما بسیار سرشوخ بودم، خوب ورزشکار نبودم در نوجوانی ها. البته تکیه کلام دارین؟ یکان تاره لوده زیاد فکر. رشوت از دیدت چطور بود؟ خودم؟ در ورزش، نه در ورزش رشوت هست فعلا؟ در کجا؟ کسایی که رشوت میتن، بزور رشوت و با ورزش میرن یا با مسابقات میرن شهرت میکشن، این چیز از دید شما؟ چون زیاد شاید روبرو شده باشین که از بزور واسطه داد میای از طریق واسطه. افغانستان خالی از گپ نیست. اصلی؟ خالی از مشکلات نیست. بله. اسم فرزندتون؟ یکیش رستم مبارز، دیگه سلطان مبارز. سلطان مبارز. مبارز از چی وقت مثال تخلصتون بود؟ از خورترکی یا از؟ نه، ما 17 ساله بچه بودم. ما زمینای ما دعوا داشتیم و ما در سن 17 سالگی که یک سارانوال که جانب مقابلم بود 7 سال ما دعوا کردم. ما در سن 17 سالگی دوسیا که میرفتم طرف محاکمه، دوسیه ورقایم در بین یک دوسیه بود. من گفتم امی گم نشده، پشت از این اشته کردم که باز محمد وقت تخلص نداشتم. یک دفعه گفتم باید در میجه خو یک تخلص هم باید باشه. اما شرایط حال روز که سعی کردم که در این سن قدر ما سر ما فشار است، من مبارزه دارم میسو برو ویسو برو، باز همو جا نشته کردم در ذهنم گشت باید مبارز باشی. نشته کردم مبارز یعنی که خسته نشی از این مبارزات. باز بردیم ره؟ بازو را بردم. بله. بسیار خوب. سوال دیگه است،
چرا مویایتان کل میکنیم روی ریشتان یک جای؟ من بسیار خوب موی دارم. ریش شاید خوب نداشته باشم ولی موی بسیار خوب دارم. موی بارم شاید از توام کده خوبش باشم. ولی خوش دارم به می قواره ما امی کل خوبش میگه. ولی بسیار دوستایم کلیگی برم پیام میده میگه یک موی ریش بان. ولی که موی ریش میمانم یه رقم در نظر خودم گرگی مالم باشم. افتی چند دفعت کل میکنی خود اگه ما چیز باشه یک ما شما خدایی میره یا خودتان عادت کردین؟ ما افتی یک دفعه. افتی یک دفعه. ماشین میکنم، ماشین سفر کل نمیکنم. خب خب. کسی را از خود رنجاندی؟ خفه ساختی؟ شاید، شاید. نه که فهمیده باشی هم که خفه شد از پیش. خب شاید، گفتم حتما ها. خب. بالای کسی قر شدی از دل؟ شاید ها، صد صد. که قر شوین، وار میکنین، چیز در دستتون باشه، مشت میزنین، یا بلند میکنین، میزنین گلاس یا چیز؟ نه خب من در اون موقف نیستم، ولی قرشم کسی را بزنم یا چیز دو گپ است. یکی که امو موقف و شخصیت ما این را اجاب نمیکنه سر کسی دست پرتیم از دیگه سو که یکی را ما بزنم کدیم مش خب علاق را دیگه زنده هم ببینیم نیم جان میشه یک پتکه و چتکه میکنم دیگه خب خداوند نمونم پتکیت با ما قبول از بیادر کدام وقت شده که اندیوالای سر تو تیم بتا تو کتش روان باشی از تو کده بازو کتا کتا را برای که بسیار بسیار بای مبارزت من اندیوال مبارز هستم من بخی ایران میمانم ایران دفع یاد آرسی ها باشه یاد کدام جای دیگه روخ بسیار بسیار چند بار باز خودت چی بگی برشان خلدیت بگیره یا چی من میشرمم یکی وا جنگ میکنن یا خدا کتا کتا میگرفتن با سیلا بود خب خدا بگیری خب بیا از این سوال بگذاریم خب میایم دو گزینه ای سوال های دو گزینه ای میکنیم باید یکیش انتخاب کنیم مبارز سیز انسانیت یا اسلامیت اول انسانیت باز اسلامیت به خاطر تا که آدم خدا نشناسه خدا را نمیشناسه امارت یا جمهوریت شما سوال های سیاسی نکنه نه؟ خب نه دیگه انتخاب شود من در یک مصاحبه دیگه هم گفتم پیش ما نه امارت نه جمهوریت نه پادشاهی ارزش نداره پیش ما آرامی افغانستان و مردم افغانستان هر کس هر نظامی که موفق باشه مردم خوش نگاه کنه مردم زیر یک چتر با یک دید ملی مدیریت بکنه او پیش ما قابل قدر است ولی که امارت باشه یا جمهوریت باشه نظر من خواهمی است اسلحه یا قلم خب بدون شک قلم 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 هم یک اصله است که از او اصله ها که خیلی باست بسیار قوی اصله است صداقت یا شجاعت ما فکر میکنم وقتی که صداقت داشتی شجاعت و موفقیت و مردانگی و کل چیز باست دگرد از او جمع میشه قربانت پول یا موقف اجتماعی ما پیشتر گفتم که موقف اجتماعی دوستی مردم یک سرمایه بسیار بزرگ است که او رو در میلیون ها دلار هم کسی به دست آورده نمیده تنهایی و بدگران دوست دارید نمیشه تنها باشی و همراه دوستایت باشی نه من یک ذره خوی خواستم فرق میکنه من بسیار چیز نیستم من اندیوال باز زیاف نیستم یعنی شو نشینی که در کرد الان محفل بگیری محلو جهلو عادت های بچگی ندارم از ابتدا من تو بودیم فقط سرگرم کار خود بودیم بله. یکی دیگه همی پیشانی دایم ترش می باشه مبارز عزیز آلی هرچی که میکنیم نمیشه دیگه حتی با ما گفته شده که مبارز آلی تر نیست حتی در ما روسی محفل روسی خودم کشیده بود در ما شامند هم که بود اینه تو پیشانیش ترش بود نه از من خواهر خو استایل من مره خم است ولی یکی استایل است که قلب انسان است قلب مرا غیر خداوند شما نمیتانی ببینی مره ولی قلبم بسیار پاک و صاف و روشن است در برابر تو همکارات مردم کلگی در مجموع یک گپ دیگه است خب همیشه مرا کلگی میگه
نگه بسیار زیاد خشن مالون میشی. ما میگم که خیره که ما خنده نمیکنم، ولی ما بسیار صادق هستم، قلبم بسیار زیاد پاک است و ایمانم بسیار زیاد قوی است. ما میتونم با یک لبخندم با یک چشمکم مردم بازی بتم، ولی قلبم خراب باشه در برابر تو، در برابر خدایم، در برابر مردمم، در برابر دینم، این بسیار زیاد خوب نیست. بله. اما چیز رفت میگیره در قلب انسان. بله. که قلب ما چقدر پاک است، چقدر روشن است و چقدر پر از محبت و دوستی است. تشکر مبارز عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم سگمنت آخر است. درست است. خب دوست عزیز میریم طرف یک وقفه کوتاه. پس با خب دوستان عزیز، باز هم وقت شما بخیر. برنامه آتسیت است و من میوان اقبال و همراه مهمان خوبم. حتما تا حالا از برنامه ما لذت بردین و مبارز صاحب کسی است که همه ما شما دوستش داریم، نمیخوایم زیاد بگویم. مبارز صاحب عزیز، سگمنت پنجم است، سگمنت آخری است. ما قسمت ما سوال ها میپرسیم، سه جواب هم است و یک چند تصویر هم داریم شو اون نشون میتیم نظر شما را پیش میگیریم. خب گپاست. دلتون که تو نظر خودتون است. صحیح. و اول خیری را میمونیم، اما سیاسیون داریم، هم از ورزشکار داریم، هر چی که پیش آمد خوش آمد. و یک گپ دیگه که مبارز، فیلم خوش داری که در فیلم بازی کنی؟ والا چند پیش نیاد های فیلم سازای هم افغانستان هم هندوستان برای ما شده بود. در سال 2014 ما یک مسابقه در هندوستان داشتم، در یک سازمان ایندی خوب اندام نی سرم کل و اندام و مبارزیم. باز دایرکترهای ایندی آمدن که منیجرم که وقت منیجرم ما مسابقه را که برم جور که بود استاد شاکر صابری بود، باز که مرا گفت که یا آمدن میخواین که تو قرارداد کنه دمی بالیوت هست از انسان نه؟ بالیوت. من گفتم خب بسیار گپ خوب است، موافق هستی که از یا قرارداد هم گرفت، قرارداد هم امضا کرد. باز افغانستان آمدیم، امی ما از هم جدا شدیم، مناسبات ما خوب نشد و قدر پیش نرفت. باز امو قرارداد پیش امانم او امت مان دیگه بر ما نداد و از فیلمسازهای افغانستان هم چند پیشنیاد آمد. از بصیر مجاهد یک داستان بسیار خوب به نام سرباز وطن جور کرده بود، کل چیزایش اسپانسر هم جور کرده بود، او را گفت بیا چیز کنیم. بنا به مشکلات زیقی وقت که مصروف تمرین و ورزش خود بودم نتونستم برسم، ولی من پیش از اینکه ورزش انتخاب بکنم من سینما را انتخاب کرده بودم. من در یک فیلم دو فیلم هم اشتراک کرده بودم. من بسیار خوش دارم، هم ورزش خوش دارم، هم سینما را، هم سیاست خوش دارم. یک گپ از باز اداره کردن شما خیلی مشکل باشه با اون دایرکتر، با شما بگنه که شما استاد تچ کنی و خب فیلم هست دام. یک فیلم که کار کرده بودم، یک فیلم که کار کرده بودم، چیز او بدماش مرا بسته کرده بود، دستای ما قسم بسته کرده بود که یک دو تا میدونه که ما کد مشت باید بزنم، یعنی امو ریسپان باید کنده شو کد مشت ما. وقتی که ما او را سلو مانده بود بدون از اینکه ما کنترل کنم، پورا که ما را چیز کرد کد کتیلی زد که ما کد مشت زدم، افتم نمیقره برازی خود هی نقر پنج روز از فیلم سب که همانده پوزش را قپندی. یاد سام یه فیلم ساختن. خب باز در افغانستان دایرکتورها نخواد وقت میشد که شما را به این رقب شاید از بالیوود میتونست که یک چیز شود. شاید جناب رمضان بشر دوستی، چون ما در برنامه ای را میگیریم و رمضان بشر دوست ما یک بار دو بار دیدیم که درش گپ هم زدیم، قسام کردیم، در برابر ما بسیار زیاد نیت بسیار خوب داره، همیشه تشویق کرده، شخصیت بسیار زیاد خوب است بین مردمش، بین ملتش. من برش سخت احترام دارم. نصرت اقپرست، نصرت اقپرست یکی استعدادهای بسیار خوب که در سازمان UFC
مبارزه میکنه با راه بر مردم افغانستان افتخار کسب کرده، اما تو که مردم دوستش داره، ما هم دوستش دارم. باشی خورترک است که زیره باش. سلیم شاهین، سلیم شاهین یکی از سینماگرها دوست ما هم هسته، آدم بسیار خوش طبیعت است، سینماگر موفق است. فیلم شاهین دیدی کدام فیلم شاهین؟ ما میبینم بعض فیلم هاش دیدم، بله بعض صحنه های فیلم شاهین در فیسبوک میجا میبینم، جالب است. رئیس جمهور اسبق افغانستان دکتر اشرف غنی یک رئیس جمهور خیلی دکتاتور، خوی ریاست جمهوری دکتاتوری کرد یک سال، پنج سال، ده سال، هر چقدر بود. خب فقط یک آخری رو میبینیم. دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب عبدالله یک آدم بسیار خوب و محافظه کار در مدیریتش. خیر ببینید، میم سر سوال های سه جوابه. پنج ثانیه براتون وقت میتیم، سه جواب میتین. درست است؟ تک تک که اگر بتانم آقا میتونی آدیست. سه چیزی که با یک ورزشکار مهم است: اخلاق، ایمان، تمرین. خب بودید مبارز. خب ولی من تک تک فکر مبار من تو چی هست؟ سه چیزی که از پیشت گم شو پشتش ناراحت میشی. خب بدون شک یکی اولاد، دویم پیسه، سوم وظیفه. نام سه آوازخوان مشهور افغانستان که دوست داری میشنوی دویم آهنگ باشه: شفیق مرید، فراد دریا، آریانا سعید. آریانا سعید کدامش از یاد دوست داری؟ من والا بر کل نرمندای ما احترام دارم، خوی دیگایش نشد نام خواهم تا می جاگرده خطر شد. نام سه غذای را که دوست داری همیشه نوشی جان کنی: یکی یخنی است، مایی است، مسک است. نام سه غذایی که دلت میشه اما با حساب وردش خورده نمیتونی: قابلی پلاو است، نان است، نان خشک است، برنج است دیگه، شوروا. سه کاری که یک ورزشکار نباید انجام بده: بدرفتاری در جامعه، تنبلی در تمرین و خلاص شد دیگه. مشکل نیست، جواب تا گفته میتونی. نه دیگه، باز مزه رفت دیگه. سه کاری که انجام دادی و پشیمان شدی: چی بگویم؟ کسی را خوب زده باشه گفتی که ناقیره ای رقم زدم، یا مثال تو وقت شده کسی را زده باشی باز پسان خود نشناخته باشی، باز آماده باشی سال اول که خودت کتش کرده باشی. ولی یادم نیست. خب نیست دیگه ایچی کار توالت روخ نشدم رایت. خب سه چیزی که از جیبتون میتونیم پیدا کنیم: پیسه است، موبایل است، امی بادام این چیزا میشه در جیب میباشه. بادام؟ چرا بادام این چیزا؟ اون من خود میخورم معمولا. خب با ورزش باید چارمغز، بادام، پسته، کشمش سیاه میشه، من میخورم در پیش میبارش. چند مصرف داری مبارز عزیز؟ ولی مصرف زیاد دارم. ما در یک ما 30 لک افغانی مصرف دارم. ما در موقفی هستم یک ورزشکار عرفایی، باید چیزای خوب باید بخورم به خاطر جان و فیزیکم، باید چیزای خوب بخورم. همیشه چیزای وطنی میخورم، چیزای بازاری نمیخورم. از ولایات میطلبم چیزای خوب با کیفیت وطنی. 20 برابر ما شما تنها مصرف موار ورزشت هست. این بسیار مرا رنگ میده، پیسیم زیاد میره مصرف میشه و خصوصا در این وقت در 4 ماه بسیار پیسه مصرف کردیم، خود نگاه کردیم، جان ما، فیزیک ما و قدرت بدنی ما مصرف زیاد کردیم، مسابقه نکردیم، بسیار زیاد زورم میده. سه چیزی که نمیخوای مردم یا کسی در موردت بدانه. چی؟ سه چیزی که چوه خوش نداری یک کس در بارید بفهمه. کدام سه چیزی هست؟
خلاصت خوب خلاصت خوب تشکر مبارز عزیز ما پایان برنامه رسیدیم و چطور برنامه خود کدوم مشکل نداشت انشالله نی برنامه تا مثال برنامه خوب بود من پیش از این یک دو برنامه تا ندیدم یک برنامه اجتماعی از ما خدا کنه که دوستای ما رفیقای ما مردم ما برش خوشایند بوده باشه چون دوستا من این کرکترم گفتارم اما یک رقم است نمیشه که تغییرش بتم خدا کنه خوشتان رو باشه برای هیچ کس سوی تفاهم نشده باشه من کلتا دوست دارم و کلتا احترام دارم ولی راست میگم قربانت پرودوسر ما میگه میگه یگان وعده خلافی میکنه میگه میایم کل چیزا جور میکنه میگه باز مبارز صاحب نمیای نه وعده خو نکردیم ما اول هم گفته بودم چند برنامه ما گفتم اگر چون در وقت مناسب قرار نداشتیم امیال هم شما باور کنید که مدیم تلویزیون آمده مثلا مدیم هیچ تلویزیون ها نرفتیم نمیرم تشکر قربانت مبارز عزیز تشکر سلامت دی وقت دی شرایط چی پیامی دارین بعد هموطنان خود ما برای مردم شریف قهرمان و قهرمان پرور افغانستان پیام ما ای است که همیشه صابر باشند صبور باشند با تمام مشکلاتی که فعلا سر رای ما و شما مردم افغانستان قرار داره انشاءالله با ما حوصله مندی و صبر و شکیباییتان مبارزه کنین صبر کنین انشاءالله همه چیز خوب میشه از خداوند جل جلاله و آرزو میکنم که در افغانستان ما یک سال یک آرامی که کل ملت افغانستان زیر یک چتر برادروار زندگی بکنن ما بسیار زیاد آرزوی مسی تشکر مبارز عزیز بازم سلامت خب دوست عزیز این بود برنامه هاتیت تربیت چیز میوان اقبال دی بل خوب مل مسر ساسو کدرن چپر کزی ریگم تاسو طول با الله سپارم خوشحال جون بلری زنده با افغانستان